داداش حرفای دیشبتون نصفه موند. به نظرم نباید در مورده فیدا و دانیال به شرفی بزنم. هی با شما بودم. آهان، حرفای دیشب. آره حرفای دیشب. خودتونو به اون راه نزنین. به هم بگین اون کیه. اون یه دختری بود دیگه. کدوم دختر؟ کی بود؟ بالاخره یه اسم که داره. آیزا، من یه همکلاسی دارم که خیلی وقت با هم دیگه ایم. همکلاسی شماست و من نمیشناسم. تو که میشناسیش. همکلاسی تونی؟ منم اونو میشناسم. نکنه دارین مینا رو میگین؟ آره مینا، در مورد مینا حرف میزدم. ولی اون که انگلیس زندگی میکنه. آره ولی برگشته. اون روز اومد بیمارستان و همدیگر رو دیدیم. آره داداش چقدر شما بدین. موضوع مال خیلی وقت پیشه و شما هیچی نگفتین. من فکر میکردم که تو احتمالا میدونی، چون آیزا خانم همیشه از همه چیز با خبره. آره درسته. اما داداش من که هیچ وقت تو چشاتون نسبت به اون برق خاصی ندیدم. آیزا تو به من شک داری؟ نه شک ندارم. ولی خدا رو شکر که به هم گفتی. اگه به هم نمی گفتی نمیدونم که چی میشد. منظورت چیه؟ چی میشد؟ خب من یه چیز دیگه حدس میزدم. فکر میکردم شاید از ویدا خوشت اومده. تو مگه نباید خرید بری و وسایل تو بخری؟ آره وسایل مهمی هم هستن. خدا رو شکر یادت اومد. من دیگه میرم. شما هم میایین؟ آره بریم. خدا رو شکر تو چشم نگاه نکرد، وگرنه حتما دروغی که در مورد مینا گفتم و میفهمید. ولی با تایید اسم مینا کار خوبی نکردم. الان آیزا دیگه ولکن نیست، چون بین من و مینا که چیزی وجود نداره. هرچند بین من و ویدا هم چیزی نبود، فقط نمیدونم چرا یهایی به دلم نشست و خوشم اومد. خدا رو شکر که خیلی جدی نشده بودم. اون عشق دوستم دانیاله و امیدوارم بهش برسه. خب دل منم که بالاخره باهاش کنار میاد. داداش باز دیگه چی شد؟ الان اومدم. چرا شما همش تو فکرین؟ آیزا معذرت میخوام، فکر کردم آیزا اینجاست. اون احتمالا دیگه میرسه. هر دوتاشون با همن و میان اینجا. بفرمایید بشینید. ممنون. من دنبال آیزا میگشتم اما تو اتاقش نبود. دکتر اسکندر هم نبود. آیزا الان تو راهه، احتمالا دیگه میرسه. حرف دلمو بهش بزنم. راستی بهتر شدی؟ با خوبم. جای زخمتون که درد نمی کنه؟ نه زخم کوچیکیه و زیاد درد نداره اصلا. خدا رو شکر. مامان و خواهرتونم اومدن؟ بهشون چیزی نگفتم متاسفانه. Mm-hmm.
من یه کاری میکنم، میرم تو اتاق خود آیزا منتظرش میمونم، دیگه الان میاد. با اجازت. ویدا. بله. من میخوام با هاتون یکم صحبت خصوصی انجام بدم. با من؟ بله. اسکندر بیا تو. بیا، کی اومدید؟ ویدا هم دنبال آیزا بود. دکتر، آیزا تو اتاقش نیست. آره، آیزا رفته خرید، الان میاد. چیزی میخواستی؟ شما لطفا بفرمی. نه، تو اتاقش منتظر میمونم. من نتونستم باهاش حرف بزنم. میخواستم بهش بگم که دوستش دارم. و منم بعد موقع رسیدم، نه؟ دوست من، این چه حرفیه که میزنی از دست تو؟ باشه، حالا انقدر اخم نکن. به یه بهونه خونه برسیمش. تو رو هم باهاش حرف بزنید. روزه چطور میگذره؟ خیلی عالیه. کارمونو دوست داری؟ آره، خیلی دوستش دارم. بخش اطفالو خیلی قشنگ طراحی کردی. همه چی عالی شده. تو که حتما میدونی رنگا تو زندگیمون اهمیت خیلی خاصی دارن. احساسات و عواطفمون رو یهویی تغییر میدن. آره، ولی برای ما نه. برای ما رنگ ها احساسات زندگیمونو تغییر نمیدن. بلکه تقدیر همه چی عوض میکنه. اگه تقدیرت خوب نباشه، پس زندگی رنگی نه، بلکه بی رنگ میگذره. اصلا با این حرفت موافق نیستم. ببین ویدا، آدم ها رنگ زندگیشونو با آرزو و امید درست میکنن، وگرنه ناامیدی همه ی رنگا رو بیرنگ میکنه. اینم درسته. ولش کن، داشتیم در مورد بچه ها حرف میزدیم. و این خنده، میدونی، زیباترین رنگ دنیاست که ناامیدی و غمگینیمونو به خوشحالی تبدیل میکنه. باید خیلی چیزا از شما یاد بگیرم. شما نه، و تو دوستی این تعارفات نیست. اینم درس امروزته. عالیه، فهمیدم استاد. بری. آقا، آمپول زدم، زخمم ضد عفونی کردم، دیگه میتونم برم؟ آره، برو.